طوری که مطبوع هستید امروز اسروحگ و توجه داشته باشیم که در اسروحگ چه نکته میخواد یاد ما بده. اولا که میدونیم که اسپد اگر درست فردی بعد از 120 سال از اولام رفته باشه براش اسپد امروز نمیگیرن، چون روز خجسته و میمون و مبارکه. همینطور کسی نمیتونه بر خودش تعنیت قبول بکنه، یا اینکه اگر خدایی نکرده مسئله گزرایی باشه امروز تعنیت بگرن برای جماعت، نه تعنیت هم نیست. امروز فرق میکنه با روزهای دیگه که روز هفته نیست. باید که توجه داشته باشه که در خوراکی ها در نوشیدنی ها تغییر بده از هول، چون که ما نزدیک یوم توبه، یعنی ما نمیخوایم از یوم توب بیایم بیرون. میفرماد وقتیم تیوری مملخت پانیم، موقعی که آدم روز شبوعات اوتوماتیک نور و فروغ تراق دوشا را دریافت کرده، یعنی مقام و منزلتی پیدا کرده. همونطوری که ما میدونیم تاریخ به صورت یک خط ممتد نیست، بلکه به صورت دایره است، و این همچنان در عرض سال دوباره اون تاریخی که داشتیم تجدید میشه. یعنی مثل اشعه لیزر بالا میاد و روشناییش و نورش همچنان تابان و درخشانه. موقعی که کوه سینای همه ما موفق شدیم، همه اتشر امید ایمانو ایام و اتشر اینینو ایمانو ایام، یه جا میگه اون کسانی که با ما ایستدن و اونهایی که با ما نیستن، یعنی تمام نشامه هایی که در آینده خواهند اومد باز هم پای کوه سینای حضور داشتن، دیده نمی شدن ولی حضور داشتن. یعنی همه ماها اگر اونجا نبودیم ولی نشامامون اونجا بوده، اونجا حضور استاد ظاهری نبودیم ولی عطش بوده. بنابراین پانیم به پانیم دیبر هشم با ما این موهبت تاریخی رو نصیب کرده که ما استادیم رو به رو با هشم، هشم با ما صحبت کرد. این مقام و منزلت است که بی نظیر هست و باید توجه داشته باشیم. منطوری که تورا میفرماد لاتم تیونی مملخت کهانیم، شما ملخ هستید، شما خودتون رو کوچیک ندونید. بنابراین اگر من شما رو دادم به موهبت تراق دوشا، تراق دوشا شما در قدشا برخواه، یعنی بعد تارک یکیش شما تورا میدرخشه. و بنابراین خیال نکنیم حالا که ما تموم شد مایده متن تورا تموم شد دیگه شدیم آدم های معمولی، نه تو نیستیم. ما باید بدونیم درباره هستیم، ما همچنان مقاممون باید حفظ بکنیم و تا موعد دیگه که امید هشم به سلامتی خوبی به استقبالش میریم، باید حواسمون به خودمون باشه، حرکاتی بکنیم، رفتاری بکنیم که به ما میاد، به درباری ها میاد، به کسانی که مملخت کهنیم هستن، تمیل مملخت کهنیم و گوی قدوش ملت مقدس، اما قدوشایی باید در وجود خودمون نگه داریم و حفظ کنیم، چه از نظر عمل، چه از نظر گفتار، چه حتی اندیشه. آدم فکرم که حتی سلام فرمان دیرون عبرا قشم عبرا، فکر غلط هم که بکنه آدم بدتره، تمام وقتش و ذکرش و همه فکرش میگیره. بنابراین باید قدوشای خودمون حفظ کنیم، مقام خودمون حفظ کنیم و آماده باشیم برای اون مقامی که هشم به ما تفویض کرده، که این رو آلودش نکنیم، خدای نکرده بی مقدار نداریم و خدشدارش نکنیم. از این نظر هست که ما باید خودمون رو مجهز بدونیم. و همونطوری که مشرب بن آلم و شلوم موقعی که اسرائیل ها میفرمان از حضور هشم اومدن بیرون، میگه باید او میلفنه هشم، از حضور هشم خارج شدن. در چجور خارج شدن؟ معطر بودن، خوشبو بودن. این عطر و بویی که انسان موقعی که میره تو یک جایی که عطر فروشه هست، مثل این که مقدار زیاد عطر به خودش زده، موقعی هم میاد بیرون، نه این که خودش فراموش کنه،
اون عطر و بوی خوشبویی که داره باید حفظش بکنه و حرکتی نکنه یا سخنانی نگه که از رده اون مقام و اون خوشبویی و مطبوع بودن خدای نکرده ساقط بشه. و این وظیفه ماست هر روز، همونطور را و نور فروغی که گرفتیم همراه خودمون داشته باشیم و ازش مدد بطلبیم که ما رو در این راستای موفق و معید بداره. روز خوبی داشته باشیم.